زندگی ریبونه از مرچی دارم مال تو، نفسم تویی تو دختر، همه دردت مال ما، میخرم سال دیگه واسط علی. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز یه ترفند خیلی کوتاه و کاربردی میخوام بهتون یاد بدم با برنامه موشن نینجا. همونطور که توی پریویو این ویدیو دیدید قطعا میدونید امروز با افکت ولوسیتی طرفید و میخواید افکت ولوسیتی رو طراحی کنید. شما میتونید با برنامه لایت موشن، کپکات یا حتی ویواکات افکت ولوسیتی رو طراحی کنید به صورت دستی که خودتون اسلو موشن بکنید، ویدیوها رو کات بزنید و اینا که لازمه دقت و مهارت زیادی، از اون طرف زحمت بیشتری هم داره، ولی خب خروجی بهتری هم قطعا داره اگر که مهارت داشته باشید. ولی حالا اگر بخوای وقتتون رو صرف جویی بکنید و یا حتی حوصله اینو نداشته باشید دستی طراحی بکنید، از برنامه موشن نینجا میتونید کمک بگیرید. برنامه موشن نینجا رو نسخه آنلاین شدهش براتون توی کانال تلگرام گذاشتم. کانال تلگرام هم توی قسمت کامنت ها هست، میتونید برید و دانلود بکنید و استفاده بکنید. برنامه موشن نینجا رو استفاده میکنیم، یعنی باز میکنیم و توی صفحه اولیه میتونید نیو پروژکت رو بزنید، توی پروژکتی که ایجاد کردید قسمت ولوسیتی ادیت رو باز کنید. ولی پیشنهاد من اینه که از همینجا قسمت تولز ولوسیتی ادیت رو انتخاب بکنید و توی گالریتون اون ویدیویی که میخواید روش کار بکنید و باز بکنید. توی این قسمت میتونید کات بزنید ویدیوتون رو، شاید یه بخش از ویدیویی که میخواید انتخاب بکنید و ببرید ادیت بکنید. من الان کل این ویدیو رو میخوام، تیکش میزنم، پرسینگ میکنه، پردازش میکنه، ریتم آهنگ رو میشناسه و بر اساس ریتم آهنگ خودش افکت رو اعمال میکنه. همونطور که میبینید الان حالت ولوسیتی کلاسیک و عادی رو روی این ویدیو اعمال کرد. ولی خوبی که این برنامه داره میتونید انواع و اقسامی از این افکت رو روی ویدیوتون اعمال بکنید، مثلا حالت زوم یا حالا بلک وایت، همون سیاه سفید، یا حتی RGB و پیشنهاد من استفاده از برنامه گلو بلورش هست. افکت گلو بلور که هم اسلو موشن داره هم حالت گلو داره. به جز اینا تعداد دیگه ای هم داره، حالا میتونید همه رو تست بکنید بر اساس اونی که حال میکنید باش، دلخواهتونه، مورد استفادهتونه انتخاب بکنید. این هم افکت بدی نیست. بعد هر کدوم از این افکت ها خودش تنظیمات جدا هم داره به صورت اتوماتیک، ولی شما میتونید فرکانسی این افکت رو کمتر بکنید که میزان تراکم اعمالش روی ویدیوتون کمتر باشه. هر فرکانسی رو بیارید پایینتر تعداد کمتری اینجا گلو بلور اعمال میشه، یعنی صفحه من کمتر روشن میشه. این ویدیو من ببینید هرچقدر من اینو کمتر بکنم تعدادش کمتر میشه، فاصله شون بیشتر میشه. فرکانسی فاصله رو کمتر میکنه، ببینید تعدادش کمتر شده، ولی من وقتی ببرم بذارمش روی 50 تعدادش بیشتر میشه. خب منطقه قسمت افکت میتونید اون میزان شدت نوری که داره اعمال میشه، ببینید الان اینجا رو اون نور سفید رو توجه کنیم، من هر چقدر اینو کمتر بکنم اون نور رو کمتر میشه به صورت متعادل بین 0.9 تا 1. گلو بلورتون رو میتونید انتخاب بکنید. حالا اگر یه افکت دیگه باشه کاربردش فرق داشته باشه ممکنه این عدد متفاوت باشه، بر اساس سلیقه شما تنظیم بکنید. و قسمت اسپید هم هر چقدر ببرمش عقب‌تر که روی حالت اسلو، حالا توجه نکنید این نوشته اسلو، ولی اگر بیارمش عقب‌تر اسلو موشنش کمتر میشه. خب بذارمش رو ریکامند به صورت پیش‌ور، چیزی که متعادل خودش اعمال میکنه. پیشنهاد منم استفاده از همینه و بذارمش روی گزینه آخر، اسلو موشنش بیشتر میشه. روی حالت ریکامند میذاریمش، تیکش هم فعال میکنیم، این تیکر هم اینجا میزنیم و به همین راحتی خروجیمون رو 1080 60 فریم و با آخرین بیت ریت اکسپورت میکنیم. خودش به صورت اتوماتیک میره و توی گالری سیو میشه. امیدوارم این آموزش به دردتون خورده باشه. خوشحال میشم توی چنل من سابسکرایب کنید و بقیه ویدیوهای منم ببینید و ویدیو رو لایک بکنید تا افراد بیشتری بتونن ببیننش. مشکلی، نظری، درخواستی داشتید توی کامنت ها برام بنویسید. فعلا خدا نگهدار. کسی بمونی، از اینجا رفتیم سیاه سیاه دنیای رنگی، قلب سیاه و رگای سنگی، روزای دردناک و شب